در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهایی از تحولات دور هفتم مذاکرات احیای برجام، واکنش ایران به قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل، ارائه پیشنویس روسیه به غرب برای کاهش تنش با اوکراین و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 27 آذر شمار مبتلایان کرونا در جهان از مرز 274 میلیون نفر عبور کرد و تعداد قربانیان به 5 میلیون و 365 هزار نفر نزدیک شد. تاکنون بیش از 246 میلیون نفر از این بیماری بهبود یافتند. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا اعلام کرده سویه اومیکرون به سرعت در حال گسترش در این کشور است. همزمان نخست وزیر فرانسه هشدار داده سویه اومیکرون به سرعت برق در حال انتشار در اروپا است و احتمالاً با آغاز سال نو میلادی به سویه غالب کرونا در فرانسه تبدیل خواهد شد. انگلستان روز جمعه با ثبت بیش از 93 هزار مبتلای جدید بیشترین شماره مبتلایان روزانه خود از ابتدای همه‌گیری را ثبت کرد. اسپانیا روز جمعه از شناسایی بیشترین مبتلایان جدید خود طی 5 ماه اخیر خبر داد و ایتالیا هم بیشترین شماره مبتلایان روزانه خود در 11 ماه گذشته را ثبت کرد. در سوی دیگر جهان، استرالیا نیز روز جمعه بیشترین تعداد مبتلایان روزانه خود از ابتدای همه‌گیری را شناسایی کرد. تحولات دور هفتم مذاکرات احیای برجام. با پایان دور هفتم مذاکرات احیای برجام در وین، علی باقری رئیس هیئت مذاکره کننده ایران اعلام کرد که طی هفته گذشته در موضوع لغو تحریم‌ها و اقدامات هسته‌ای به 2 سند دست پیدا کرده‌ایم که مبنای مذاکرات آینده در وین خواهد بود. باقری گفته اگر طرف مقابل دیدگاه‌های ما را بپذیرد، می‌توانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به توافق برسیم و گفتگوهای دور بعدی می‌تواند آخرین دور مذاکرات باشد. کاخ سفید نیز تأکید کرده اولویت واشنگتن همچنان انجام مذاکرات سازنده برای بازگشت متقابل به برجام است. انگلیس، فرانسه و آلمان هم اعلام کردند در دور آخر مذاکرات پیشرفت‌های فنی حاصل شده، اما این پیشرفت‌ها تنها ما را به نقطه‌ای که مذاکرات در ماه جولای قرار داشت رسانده است. در خبری دیگر از تحولات مذاکرات، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک نشست خبری دوربینی شبیه به دوربین‌هایی که قرار است این آژانس در سایت کرج نصب کند را به نمایش گذاشت و گفت حمله سایبری نمی‌تواند دوربین‌های جدید را از کار بیاندازد. گروسی همچنین درباره ناپدید شدن کارت‌های حافظه یکی از دوربین‌های امنیتی سایت کرج گفت ما از ایران پرسیدیم کارت‌های حافظه کجا هستند و امیدواریم آنها جوابی ارائه دهند، زیرا ناپدید شدن آنها عجیب است. واکنش ایران به قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران در واکنش به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه ایران گفت که این قطعنامه مبتنی بر واقعیت نیست، بلکه مبتنی بر انگیزه های کاملا سیاسی است. غریب‌آبادی همچنین ضمن رد ادعای شکنجه افراد بازداشت شده توسط ایران که در این قطعنامه به آن اشاره شده گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکنجه را ممنوع کرده است. هر کس ادعای شکنجه شدن دارد به مراجع مربوطه و ستاد حقوق بشر مراجعه کند. ما با جدیت موضوع را پیگیری خواهیم کرد. مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه پیشنویس دومین قطعنامه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه با 78 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 69 رأی ممتنع به تصویب رسید. ارائه پیشنویس روسیه به غرب برای کاهش تنش با اوکراین. وزارت خارجه روسیه 2 پیشنویس به کشورهای غربی ارائه داده که در آنها شرایط این کشور برای کاهش تنش با اوکراین آورده شده است. در این پیشنویس‌ها روسیه خواستار محدودیت‌های شدید بر فعالیت‌های ائتلاف نظامی ناتو به رهبری آمریکا در کشورهای اروپای شرقی شده و رد تقاضای عضویت اوکراین و گرجستان در پیمان ناتو از دیگر شروط روسیه برای کاهش تنش با اوکراین است. در روزهای اخیر تنش میان روسیه و کشورهای غربی بر سر حمله احتمالی روسیه به اوکراین افزایش یافته است. روسیه این ادعا را رد کرده، اما اتحادیه اروپا تهدید کرده در صورت حمله نظامی روسیه به اوکراین این کشور با تحریم‌های اروپا روبرو می‌شود. زخمی شدن 10 فلسطینی در دور تازه درگیری با اسرائیل. رسانه‌های محلی فلسطین از زخمی شدن بیش از 150 فلسطینی در درگیری با نظامیان و شهرک‌نشینان اسرائیلی خبر دادند. دور تازه درگیری‌ها در روستاها و شهرک‌های شهر نابلس رخ داده است. تشکیلات خودگردان فلسطین از جامعه جهانی خواسته دولت اسرائیل را مجبور کند تا تروریسم علیه ملت فلسطین در سرزمین‌های اشغالی را متوقف کند.
آتش سوزی مرگبار در یک کلینیک روانشناسی در ژاپن. دست کم 24 نفر پس از وقوع آتش سوزی در یک کلینیک روانشناسی در شهر اوزاکای ژاپن جان خود را از دست دادند. رسانه‌ها گزارش دادند احتمال افزایش قربانیان به 27 نفر وجود دارد. این آتش سوزی روز جمعه رخ داد و پلیس در حال تحقیق درباره ورود مردی 50 تا 60 ساله به ساختمان و احتمال عمدی بودن حریق در این کلینیک است. آتش سوزی عمدی در ژاپن سابقه دارد. در سال 2019 نیز یک آتش سوزی عمدی در یک استودیوی ساخت انیمیشن در شهر کیوتو 36 کشته بر جای گذاشت.